میریم ببینیم که مسئولشان میاریم، ما مهمانشان هستیم، چی میکنن؟ بلی از خدا کامرمن نشاره داره، میگه تو گوش نشدیم، این طرف آشپزخانه میریم. قابلی را مو آشپزهایتان از چند بجه شروع میکنن کار شب؟ روز چند دیک میکنین؟ سلام و عرض ادب خدمت همه دوستایی که ما را بیننده هستن. امیدوار هستم هر نقطه دنیا که هستین شاد و خرم و سر حال باشین. باز هم سلیم رسولی در یکی از گزارش های دیگه ما آمدیم به یک هتل قدیمی و مشهور و در ابتدا میریم با مسئول اینا حرف سخن می داشته باشیم. خودتان نامش را بشنوین که در کدام هتل آمدید. السلام علیکم و رحمت الله. حاجی صاحب بزرگوار صحت شما خوب است؟ صحت شما خوب است. اسم مبارک. اسم ما حاجی مسجدی. حاجی صاحب مسجدی دمو جانم شته است، یک عکس بسیار مقبول قدیمی است، فکر کنم بچه شاقل نمیشته است. اونا پدر ماست که ما بچه از اونا میبیشیم. خیلی خوب، مسئول هستین از خدمت هتل، با ما بگن چقدر وقت میشه که هتل است؟ من سنم شده 70 سال یا سنم پیش از دیگه شاید 80-85 باشه دیگه. 85 سال از خدمت هتل شده، به این مکان است. دیگه نمایندگی هم دارین؟ نه خیر. یک نمایندگی است به نام هتل بچه شاقل یا به نظیر هتل به دو نام مشهور است. از مقابل قدیم است دیگه، به کوچه منده ای. خود ما اصلا از مرادخانی استیم، مرادخانی کابل. از فرهنگ، از انات مردم بگوین پیش از این چطور بود؟ تفاوت های آمده نسبت به دوران جمهوریت مردم میان نمیان؟ بازارا چطور است؟ مردم نظر به نامشون و به نانم میان. جای همیشه که نان خوب باشه همه کس میره دیگه. انشاءالله اینجا ما به خدمت مردم هستیم، خدمت میکنیم برای مردم، میان مشتری داریم. قربان تنایچپ، حرف سخنهای بیشتر می داشته باشم با خودتان، میرم به طرف مردم، مردم رو ببینیم و میشینیم. انشاءالله چاش میمانتان هست، بخیر باشه. تشکر. بین و پیش میریم و ما اگه اجازه باشم بعد پولی همی خدمتکار واقعی وطن بشین و یکی از کارمندای تنظیف شهروالی کابل که خیلی مردم هم دوست دارم، خیلی طبقه را دوست دارم، زحمت میکشن، تلاش میکنن به خاطر این مردم. سلام علیکم، بخیر است. سلام علیکم. نوش جان کدی نانه؟ نوش جان بیان نان بخور. قربان، سیر شدی نشدی؟ نه. چی میخوردی؟ قابلی پلم؟ نه قابلی. بشک بشک. جور خاصی. چطور است ماشا رسیدن؟ نرسیدن؟ میتن ماشا را نمیتن؟ ماشا را میتن. ماش چند مایتان دیگه تیر شده از آمدن امارت؟ سلام بخیر. دو ماه مانده بود بعد از داد کلیشه. کلیشه تمام کرد. چطور از کاروبارا خسته میشین نمیشین؟ از چند بجه شما کار شروع میکنین تا چند بجه؟ از هفت شروع میکنیم تا چهارم. از هفت صبح تا چهار؟ تا چهارم. چطور از امارت اسلامی همراهتان همکاری میکنن؟ مردم همراهتان همکار هستن نیست؟ همکاری میکنن را دیگه قایده رو وسط تاوان میگه. پیامتان به این مردم که باور کنین این فرهنگ خوما و شما دور از اون اکثریت و عزیزای ما، زیادتر مردم ما نیفهمانه نمی کسافات آشغال در روی سرک پرتو پشت خانه ای همسایه پرتو همسایه والا این کارا را خود کلی از یاد را گه کلی ما شما که دست با هم ببریم دک دوله جنگلی بانه مید نه جنگلی رو میبینه نه دیگر رو میبینه که بعد از می مردم خود ما هم کاری نما کنیم به خاطری که این دازه متلوشه. اگر میخواین کمر یک پدرتان یک بزرگتان خم نشه، لطفا آشغال و کثافات تان در جای درستش بندازین. درست گفتم؟ خیر ببینید. پیام چیزی داری به مردم؟ بس نمیخوام بگم. پیام ترسان نوش جان کو یکی از کارمندای تنظیف شهروالی کابل بودم، روش حرف و سخنای شیرین داشتیم. این طبقه واقعا طبقه دوست داشتنی هستن و حاجی صاحب نان تان تیار است. بخیر. قربان تان بخیر باشین. قابلی پلو میزنین نام خدا متو با مزه. اسم مبارکتان؟ محمد علی. محمد علی. چه کار چه مصروفیت؟ همین حسابی دکاندار ما. بله دکاندار هستن. خب قابلی نام خدا تیار است دیگه. حالا این مردمای ما عموما از ما و شما از 40-50 که بالا میرن فشار پیدا میکنن. فشار داری نداری؟ ندارم من. شکر صحت سلامت. ندارم. خب است قربان. نان تنوش جان کو. میایم پشت پسان میایم بخیر باشن. بیادر خودت خوب هستی؟ صحتمند هستی؟ نام اسم مبارک تانه بگو. اسم هاشم جان. بخورین دیگه که ما هم سعی کنیم بعدا مردم هم ببینن. بیان قابلی پلو وطنی خودشانه بزنن.
رستوران چه وقت شد میایین؟ ما دیروز آمدیم. یا خودشان تعریف خدا میکنن. شما بگین چطور است؟ نان یایشان مزه‌دار است نیست؟ دیگشان خوب است، مثلا مزه‌دار است. مزه‌دار است. نوش جانتان. تا جانتان چی میگن گپ مردم ها گوشت بگرد؟ شما میگن. قربانتان. مردم های ما هستن، هر بس خلای می داشته باشیم امرای مردم در ادامه برای بینیده باشن و پیش میریم و نظرهایشان می داشته باشیم انشاءالله و سلام برسه خورسیم و خیر است این ساعت شما خوب است قابلی پلا و ماشاءالله نوش جان کردیم مزه‌دار بود نبود مزه‌دار بود اسم مبارک محمد گل بسیار خوب محمد گل جان در رستوران چقدر وقت شد میایی نانشان مزه‌دار است نیست روز اول ماست که آمد روز اول است چطور است بدلت هست نیست نوش جان تان خوش شدیم خیلی از نانشان مردم تعریف میکنن و میگن مزه‌دار است دیگه آجی سب همین تو کبابا رو تنها تنها میزن یک سلام و لگه کنی باور کن نانش جان بخواهم دیگه برتن اسم مبارک بخیر است این ساعت شما خوب است قربان تان اسمتان شکر اسمتان چی است اسم غیاث الدین غیاث الدین کباب میزنی دیگه وام شامی شته کنی کباب بخور میگوش خب نه کباب نخوریم شما قربانتان تشکر و خیر باشین چی مصروفیت چی کاروبار نه دکاندار هستم دکاندار هستم من دایی میباشی نه سیغان دکاندار سیغان کامت ولسوالی از بامیان هستی دیگه فکر کنم سیغان ولسوالی سیغان کامت بله بسیار خوب نمی جا دکاندار وطندار کامرمین ما برام دینامو آدم آمازم سیغان هست مقصد از بامیان از سیغانش هستم ما سیغان هستم بله بسیار خوب وطندار تان پیدا شد دیگه قربان تان مزایم نمیشیم زیاد چایم نوش جانت و کباب شامیام پیام حرف و سخن به مردم داری نداری نه چی سخن نداری بنیم دنیا آرامی که هستیم برای ما همه چیز است راحت است انشالله مشکل نیست یعنی مخیر است قیمتی شده اگر راوری البته خراب است که نمی آید برون از مشکل است ماجی است بله بیا خدا مهربان است بخیر حل شود کمی نگران هستم خدا کنه که بخیر خوب شود انشالله دولت دیگه شما توکل الله که همیشه خدمت ما شما برادر نوار کنه با جان شما راحت شده ما یک کدام گبی نداریم قربان تشکر بخیر باشه مرایم یک چوچگه کام آدم چی منتظر چی هست چطور هستی بخیر هستی منتظر چی ششتی چی فرمایش دادی چاشت میشیزم جان پدر میای پدرت میای کرد پدرت یک جای امروز دیگه دو تاو آورده تا چی میخوری چی دلت شده کباب کباب کدام کباب اینا لخ یکی کباب تکه است یکی شامی است کدامش شامی شامی نوش جانتم تا مکتب میری سمی چند هستی پنج پنج چطور از درس میخوانی نمیخوانی دی روزا مکتبتان بسته نیست نه باز است با درسایت میری صبح امروز مکتب رفته بودی نه چرا امروز که پدرم آمده که پدر چکر آمده امروز دیگه بشک بشک در ادامه مرا بیننده باشین میریم ببینیم که مسئولشان میاریم ما مهمانشان هستیم چی میکنن ولی از خدا کامرمین اشاره داره میگه تو گوش نشدیم این طرف آشپزخانه میریم اول میبینیم چی غذا را آماده دارن بعدا میریم باز خود ما مکتب را انشالله نوش جان خواهد کردیم سلام دوباره آمدیم به داخل آشپزخانه اموت یک بوی خوش و مزه‌دار از دم چاشتم که گشنه باشین ساعتم ساعت یک بجه باشه هر کس باشه گشنه میشه مواره که من خب لاغر هستم اما خیلی شکمبو قابلی پلاو میبینین دیگه ماشاءالله رنگ رخ سلام سلام استاد بدر سلام علی بدر جان جور است بخیر ماشاءالله تو قابلی هم آدم میکنی که بخیر دیگه من گوش نشدم فعلا حالا بشید نوش بخیر هستین چه وقت میشه رستوران شغل کار میکنی تقریبا یک 20 سال میشه 20 سال ماشاءالله ماشاءالله یک عمر دیگه به استیلایا چطور از کار و بارا در دوره جمهوریت چطور بود حالا چطور است؟ حالا محترم در وقت جمهوریت بهتر بود منطقه یکمه کارها از رخ خراب شده نسبتا مردم میاین؟ مردم میاین متاثر است خب مثل سابق نیده؟ نه سابق نیده قابلی را چه قسم آماده میکنین طرز تاییش؟ ازبکیست محترم بله قابلی ازبکیست وزیر کشمش و زردک در زیر میفته سرش گوش میفته باز باز 250 سو بچه قیمت داره دیگه اما که میگن 250 270 تا اندازش هم میفهم اندازش هم نمیفهم بلی آقا نه 20 سال کار کردیم 250 بلی آقا
مزاحم نمیشه میریم اون طرف دیگه غذا هم داریم غیر قابلی پلو بله ها سالن داریم لوبیا داریم مسئول آشپزا خودت هستی بله آخر مسئول قربان بخیر راحت کارت ادامه بده ما زیاد مزاحم نمیشیم مقصد میمون هستی بیا وا این طرف چکاس مرچ تازه رومی بادرنگ پیاز و مکرونی کچالو دال بامیه هر چیزی است. ساعتت خوب است بخیر است. جان جور سلام خوب بخیر است. این هر رقم ماشاءالله سالن داری دیگه. چی چی است سالندا؟ سالندا است، لوبیا است، مکرونی است، کچالو است، داشی است. بامیه است، چاینکی است. یار خودت بله. قابلی رو آدم. یار ما خودم هم قابلی. بیایم چاش من مهمان مکرونی دستم ببینم که چی برام تیار کردی. بخیر باشی. چه وقت میشه در رستوران شغل کار میکنی؟ 15 سال میشه که کار میکنم. به شک یک عمر دیگه. یک عمر. قربانت راحت به کارهایت ادامه بده. اومدیم یک خبرتون رو بگیریم. ماشاءالله میبینین از دید نظافت هم خیلی رستوران پاکی است و غذایش هم مزهش هم نچشیدیم. مردم میگن که مزه‌دار است من میچشم انشاءالله. ما را بینیده باشین میریم دوباره به جای ما. بخیر باشین. با اجازه تان. قربان. حرف سخنای امروزشون می داشته باشم بیشتر بازم درباره تاریخچی و تلبرتان معلومات بدن. سلام علیکم بخیر هستین. سلام علیکم برادر. خوب اسم مبارک شما؟ اسم ممتاز حسن است. بله. من نواسه شغل هستم. بله. دیگه هم تو پدر پدر کلان نواسه میراثی رسیده دیگه. از شما بخیر با بچه تان انشالله. خدا مهربان است. در عمر باقی باشه. بشک بشک خدا من هزار سال عمر بتیتان. چطور است کار و بار و مصروفیت ها؟ الحمدلله شکر از فضل خداست. همینجا دیگه مصروف هستی خودت؟ بله بله همینجا مصروف هستم. من همینجا خودم مصروف می باشم و مسئول همینجا من هستم. بله آجی صاحب چون زهیر است و قدر زیاد آمده نمیتونه اون روزم مسئولیت ها دیگه با دوش خودت آن است. مردم میاین نمیاین این روزا تغییرات نسبت به دوره جمهوریت او وقت زیاد مشتری داشتن حالا دارین چون؟ والا نه معمولا مشتری ما ثابت است. ثابت است خوب است یعنی مشتری قدر که با بات از کم میشد نیست. شکر خدا همون چاره شد علی. بله چون مردم از روزگارش هم خوب نیست. همین مردم هایی که ما چون مشتری بیشتر داریم مشتری ها از هر ولایت مثلا 34 ولایت که هست ما از هر ولایت مشتری خاص خود داریم دیگه در کارمون قدر تفاوت نامده شکر خدا سمو که کاروبار ها جور باشم و یک سوال می دوستا و خانواده ها یکان رخو از اوتالیا من یک گفته بودم که از مسئول شاقل انشاءالله پرسان میکنم یک روز میبینی که یک ده دانه خشاونده میاید چطور از خشاونده از شان پیسه میگیری نمیگیری یا اما تو که میمان هستن دیگه ولد نه دیگه خشاوندانه که نزدیک میباشن خود هیچ تعارف نمیکنن اما تو پایان میشن خودشان خودشان دیگه میاید و اینا مقصد گلک دست پیش تو نمود یک دفعه اجازه بگیرین دیگه به در حالت پایین نشین دیگه دوستایی که مثلا از خودی هست نزدیک هست اینا میاین پول خود میتن دیگه چه ما تعارف میکنیم که نه خیلی باز میگن این کاری یک روز درست کاری یک روز درست نیست دیگه همیشه همه چطور بسیار نام مقبول است بچه شاقل تصمیم دارن تغییر بدن نامش یا همین نام دیگه مان برامش این نام خاص تقریبا سند شاید از 13-21 پیشتر است شاید 80-80 چند سال شد چون اون وقت یاد امام شاید یاد حاجی صاحب پدر امام نخود بیایه دیگه این نام بچه شاقل مسموز بسیار زیاد است از قبل از 80-80 چند سال میشه دیگه تغییر دادن از این خیلی چه مکان نداره اینا دیگه همی شهرت است اینا دیگه عتیقه شده هم بله تاریخچه شده انشالله با امیدی که یک صد سال دیگه هم عمر کنه از صد سال بیشتر خدا مهربان است نه دیگه پس این نام تا که دنیا جاویدان است بله دیگه خدا اینا را مغفرت کن مردم هایی بودن که یک نام کمایی کردن برای خود بله برای بازماندگان خودان
خیلی خوش شدم امروزتان عرض سخن داشتم. دیگه ما چشم میمانتان هستم که ما و همکار ما چی برام میارین، چی آماده کردن بچه‌ها؟ واسه ذوق شما برام همه چیز هسته که برای شما مثلا قربان تان تشکر. شما چی از شما چی نوش جان میکنین؟ چیز سادگیک باشه امروز خودت، چیزی که خودت خوش داری امروز. دیگه فکر کن میمان هستیم. ما بازم میمون نوش جان میکنیم، نه میمون بازم ما بودست نوش جان میکنیم. هر چیزی که شما ایش دارین از دارت فینجا ما براتان میاریم. چی چیز عادی زیاد مردم مرواج است که میخورن؟ مرواج اینجا زیادتر مردم چاینکی زیاد میخورن. بله. کابولی میخورن. دیگه همین کابولی و چاینکی را زیاد مردم میخورن. چاینکی کابولی کباب. دیگه چیزی به چیزا ما شما یک کابولی میخوریم. کابولی درست. بله. کابولی میخوریم انشالله. دیگه خیلی خوش شدم امروز نفر سخن انشالله در ادامه می داشته باشه. مره بیننده باشین. نان مزدار یا قابلی ازبکی هتل شاقل می خوریم. مره بیننده باشین. رنگ میبینید ماشاءالله قابلی مزدار و ازبک پلو. دیگه سلات هم هست، مکرونی هم هست، گوشت، بامیه از همش هست. خیلی من قابلی خوش دارم، شما را نمیدانم دیدا فرق میکنه. و خودتان چی را زیادتر خوش دارین در رستوران دستین؟ زیادتر اوقات چی میخورین؟ من معمولا چاینکی زیاد دوست دارم. چاینکی دوست دارم. ماشاءالله تو در جانم جور از من کده خوبتر هستین. من بسیار لاغر. نوش جان تان خیاسته است. شروع میکنیم ببینیم مزه قابلی را که چطور است. ما با اجازه تان اول شکر باید. بله همون چای نگی باشیم ما خوبتر است. بله بحال کنین زیاده روی نمیکنم اما قابلی اصلی است. شاید قابلی اصلی و بدل نزد شما نداشته باشه ولی نزد کسایی که بفهمن خیلی مزه‌دار است. اما شیرینی را که قابلی داره داره واقعا. قابلی را امو آشپزایتان از چند بجه شروع میکنن کار شب؟ روز چند دیگ میکنین؟ اینجا ما روز چیز دیگ یک دیگ است. بله. یک دیگ است. کلان از دیگه. بله دیگ. چند سیر برنج؟ دستیر است. فقط گوشت و مثلا اگر گوشت و زردک و کشمش و اینا را ما در نظر بگیرین از دستیر هم بالا میشه. بالا میشه. بله خلاص میشه دم یک روز؟ بله خلاص میشه. خلاص میشه چون اینجا منده ای است. دکاندار ها زیاد است. کاسه ها زیاد است. اینجا پامتون بله. قربانتون آخرین پیامتان من حیث مسئول هتل شاقل با مردم میداشته باشیم و بعدا غذای ما رو تعارف میکنیم. قربان شما سلامت باشین. دیگه ما فقط یک سال سلام میخوایم که یک آرزو داریم که یک سال در این مملکت بشه یک رفاه باشه که مردم به جان جوری به رفاه همینجا بین به دل جمع بشینن نان خدا بخورن. قربانتان تشکر بخیر باشین. دوستای عزیزم خداحافظی رو بعد از نان میکنم. ما رو بیننده باشین. دوستای نازنینم که بعد از غذا خوردن انسان کم دب میشه. من کم دب شدم امروز. همکار عزیز ما زیاد نان خوردم ولی قابلی پلو مزه‌دار بود دور از جانتان که دیگه باشم ازش. بیاین خودتان از نزدیک امتحان کنیم چطور است هتل شاقل. راستی نگفتن که قدیمی ترین هتل شهر کابل و تاریخچه‌اش زیاد است. 80-85 سال دیگه اینا کار کردن و میفهمن که چی باید آماده کنن. نان مزه‌دار بود، سیر شدم، ماکارونیم خوردم و قابلی پلو هم. ما بازیاتر از قابلی پلو هم کردم، مکرونی را خوش دارم. دیگه تا دیدارهای بعدی و گزارشهای بعدی که باز هم سلیم رسولی در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم و در یک گزارش ویژه دیگه میریم در یک نقطه دیگر شهر کابل یا ولایت عزیز ما. همتان را به خداوند بزرگ میسپارم. الله یاری آورتان باد.